خب ما توی درس قبل دیدیم که چجوری تغییراتی توی این تصویر به وجود بیاریم اما برای اون کسایی که هنوز این سه تا عنوان این سه تا سلایدر سوال هست و خیلی باش آشنا نیستن بعد نیست یه توضیح کوچیکی که من بدم تقریبا تمام نرم افزارهای اصلاح رنگ توی دنیا با سیستم HSL یا همون Hue Saturation Value کار میکنن اما چی هست اولین عنوانی که ما داریم زاویه رنگه توی هر نرم افزار اصلاح رنگی زاویه رنگه که تعیین میکنه رنگ قرمز بنفشه آبی فیروزه ای سبز زرد همونطور که شما اینجا میبینید اون چیزی که ما تعیین میکنیم برای نرم افزار به عنوان زاویه رنگ در زبان آمیانه رنگش رو تعیین میکنه این دایره رنگی که من اینجا دارم دقیقا عین همون چیزی که اینجا داریم من اینجا هر چقدر به مرکز دایره نزدیکتر بشم خلوص رنگ کمتر میشه پس از سه تا عنوانی که ما داریم و برامون خیلی اهمیت داره زاویه رنگ خلوص رنگ و تیرگی و روشنی رنگه همون چیزی که دقیقا این سه تا اسلایدری که ما اینجا داریم من اینجا اگر این آیکون رو به سمت رنگ سبز بیارم سبزتر میشه تصویر اگه خیلی زیاد به سمت پایینش بیارم شما میبینید که خلوص رنگ سبز من داره زیادتر میشه یا مثلا اگر میتونم هام رو به سمت پایین تر بیارم و تیره تر بکنم شما بینید که تیرگی رنگ سبز خیلی زیادتر میشه پس دومین عنوانی که برای ما توی هر نرمافزار اصلاح رنگ خیلی اهمیت داره خلوص رنگه شاید شما خلوص رنگ رو با روشنی اشتباه بگیرید در واقع اینجا این رنگ قرمز ما روشنتر نشده از خلوص رنگش کم شده ما هر چقدر از این دایره به سمت مرکزش بریم و نزدیکتر بشیم رنگ کم تر میشه انگار شما مثلا یه رنگ کمتر سفید رو با یه رنگ بیشتر سفید قاطی کرده باشید مثلا یه لیوان رنگ قرمز رو با ده لیوان رنگ سفید قاطی کرده باشید و هر چقدر به سمت بیرون دایره میرید اون تعداد لیوان های رنگتون بیشتر میشه انگار ده لیوان قرمز رو مثلا یه لیوان یا هیچ لیوان سفید قاطی کرده باشید در واقع نمیدونم چقدر توضیح هم قابل درک بود ولی این منطق کار همه نرم های اصلاح رنگه شما به سمت مرکز دایره که میایید خلوص رنگ کمتر میشه روشنتر نمیشه عنوان آخر ولیو یا همون تیرگی رنگ اینجا دقیقا ما رنگ روشنی و تیرگی داریم این روشنترین رنگ قرمز منه که همونطور که شما بینید توی این دایره من دارم این دیگه روشن رنگ قرمزه و اگر من میخوام رنگ تیره تری داشته باشم با چرخش نمیتونم به اون برسم همونطور که قبلا هم دیدیم باید رنگم رو تیره تر بکنم همون بحثی که ما اینجا توی لوما داشتیم که تیرگی و روشنی در مقابل چیزی که ما توی ویکتورسکوب داشتیم که رنگ بود پس لوما مرتبطه با این اسلایدر در واقع با همین اتفاق و کروما که همین دایره باشه و این دوتا عنوان اولی به خلوص رنگ و وکتورسکوپ ما مربوط میشه خب با توجه به توضیحی که من الان خدمتتون دادم فکر کنم یه خورده راحت تر این موضوع مبحث مپ، رو بتونیم بهش بپردازیم در آینده نکته دیگه که وجود داره اینی که ممکنه شما بگید نه این چیزی که تو میگی درست نیست فقط هم بحث هی و ولی و سچوریشن نیست چون ما آر بی یا همون رد و گرین و بلو هم داریم درسته حرف شما کاملا منطقیه من کاملا با شما موافقم اما واقعیت اینی که ذات نرم اصلاح رنگ به این سه تا عنوان برمیگرده شما اگر یه صفحه قابل کنترل اصلاح رنگ بخرید یه وسایلی هست شبیه کیبورد روش سه تا گویی داره با سه تا دایره دورش بهش میگن کنترل سرفیس اگر یه همچین چیزی رو تهیه بکنید مثل تانژانت یا مثل مثلا مثل جیل کوپر اینا این اسلایدر ها رو روشون دارن اینا رو ندارن خب من واقعا معذرت میخوام ازتون که اینقدر مجبورم چیزای اصولی بگم بگم اصول رنگ فلان اینجوریه خلوص رنگ اینجوری کمتر میشه تیرگی و روشنی بیشتر میشه ولی دونستنش اگر نمیدونید ضرر نداره اگر هم میدونید من رو ببخشید که این مباحث رو تکرار کردم خب میدونم که از درس بعدی هم ممکنه زیاد خوشتون نیاد ممکنه بازم بگید ای خدا چقدر این راجع به اصول صحبت میکنه ولی دونستن اون هم